همان سیستمی رو که در مورد حضرت عیسی اجرا کردن در مورد این پیغمبر هم اجرا کردن. مشکلشون با آقا رسول الله این بود که او از بنی اسرائیل نبود. دعوا شروع شد. در مورد حضرت عیسی چیکار کردن؟ اول نفوذی فرستادن تو صحابهش، با برخی از صحابه ایشون با حواریش ارتباط گرفتن، مثل یهودا اسکاریوتی، درسته؟ همون کسی که حضرت عیسی رو لو میده و مسیحیان خیلی لعنش میکنن بعدش میده ازش. خدمت شما عرض کنم او هم که فروخت حضرت عیسی، آخرم نقشه قتلش رو گرفت کشیدن و خواستن بکشنش، منتها موفق بگید نشدن، با معجزه ایشون جون سالم به در بود. پس این که در بین دوروبری پیامبری آدم خائنی باشه اصلا چیز عجیبی بگید نیست، مگه دوروبر حضرت موسی نبودن؟ قارون کان من قوم موسی، قرآن میگه قارون میگه از قوم موسی بود. یا این طرف سامری، این دو باب حضرت موسی کوچ کرده، بابا 12 تا حواری داره حضرت عیسی، یکیشون خائنه، خائن معروف که اصلا نفوذیه، از اول هم اومده برای کشتن حضرت عیسی و لو دادن جایهای او و آنتنشون بود، به قولی دیگه آنتن جهودا بود که ببینه کی کجا میره. این سیستم در مورد آقا رسول الله مجروشه چون جواب داده قبلا. چند تن از صحابه پیامبر روایت داریم از آقا صحابه زمان پیرامون این مسئله که رفتن به یهودیان مدینه پرسن که یه بابایی هست بین ما ادعای پیغمبری کرده، وقتی نشونه رو گفتن او گفتش که اونا گفتن ما با پیغمبریش کاری نداریم، اما او یقیناً پادشاه عرب خواهد شد. یعنی یقیناً چی؟ حکومت رو چیه؟ به دست میده. اونا هم با حکومت آقا رسول الله هر چی سنگندازی کردن میدونستن این جزء حتمیات چیه؟ تاریخه. اما در مورد بعدش برنامه داشتن.